وقتی در کنفرانس بودیم این فرصت رو داشتیم که دکتر والداریمور را به همراه خودمون داشته باشیم او برخی از حقایق شگفنگیز و مهم رو که در سلامتیمون به ما کمک میکنه در میون گذاشت در این قسمت نیایش او قصدار برخی چیزهای بیشتر و رو با ما در میون بگذاره والد متشکرم که با ما هستید اجازه بدید در مورد چیزی صحبت کنیم که آخرین بار صحبت نکردیم که مرض چاقی چاقی به یک بیماری همگانی در آمریکا تبدیل شده در اون مورد با ما صحبت کنید مشکل تا چه حده و چه کار میتونیم بکنیم به شدید حالتیه که تا حالا بوده است به عنوان نتیجه میانگین عمر کوتاه شده فرزندان ما ممکن است اولین نسل در تاریخ آمریکا باشند که میانگین عمر کوتاهتری نسبت به پدر مادرهایشان دارند ما بیماری هایی مشاهده می کنیم که در بزرگسالان نیست حمله قلبی، فشار خون بالا، دیابت و اثرات عاطفی که بر روی آنها دارند. کودکانی که چاق هستند بیشتر احتمال دارد افسرده، مسترب، تحت آزار بشوند. این یک مشکل بزرگ است. خب با چاقی چیزی وجود داره که ما بتونیم انجام بدیم. منظورم اینه که برای من باید اعتراف کنم که چاق بودم حالا اگه از من میپرسیدید میگفتم نه من کمی اضافه وزن دارم اما از لحاظ فنی و علمی من چاق بودم چگونه یک فرد میدونه آیا اونها مشکل چاقی دارند؟ من نمیخواستم به اون اعتراف کنم چگونه اون رو میدونید و چه کار میکنید؟ بله باید آگاه باشیم برای کودکان یک اندازهگیری به نام شاخص توده بدن داریم و بزرگ سالان. یک ماشین حساب مبتنی بر کامپیوتر. شما جنسیت قدتان وزنتان را به آن می دهید و به شما می گوید شما وزن طبیعی یا اضافه وزن دارید و وقتی شما اطلاعات دارید سپس می توانید بر روی آن عمل کنید و موفق شوید. چه کار می کنید؟ من درباره خودم میگم دکترم گفت سامی چه تغییری در شما ایجاد شد وقتی سرطان در من تشخیص داده شد من باید با اون مقابله می کردم و درک می کردم بدنم معبد روح القدس با اون روشی که خدا از من می خواست با اون رفتار کنم رفتار نمی کردم یک تصمیم قلبی گرفتم ولی افراد معمولی چه کار بکنند چه تغییری بدن؟ من تحقیقاتی را در بیمارستان فلوریدا در اورلاندو انجام دادم و ما به علاج مختلف نگاه کردیم اونی که به نظر میرسد تاثیر بیشتری دارد وقتی است که خانواده ها تصمیم میگیرند که عادت های سالم ایجاد کنند یعنی ورزش جنبش تغذیه و خوابشان هنگامی که خانواده اینا را انجام میده می تواند تفاوت ایجاد کند. در واقع ما یک برنامه هشت هفته ای را به صورت رایگان در دسترس خانواده ها گذاشتیم و همینطور برای مجرد ها می توانند این را با یک گروه کوچک یا گروه کلیسایی یک شنبه خود انجام دهند. انجامشون می تونه متفاوت باشه. این برنامه هشت هفته ای رو کجا میتونیم پیدا کنیم؟ ما می توانیم آن را در دسترس قرار دهیم. سمی در وبسایت خودتان. در واقع ما آن را در دو مرحله داریم. هشت هفته اول داریم که مراحلش آسان برنامه دومی هم وجود داره که برای مراحل سختتره. با مرحله اول شروع کنید، گزینه هایی را که در دسترس هستند دنبال کنید و با خانواده اتان. یا با گروه جوابگویتان آنچه را که می خواهید انتخاب کنید و انجام دهید تا سمری برای مرحله بعد بسوشت. بسیار خوب. ما قدم به قدم کم کم پیش خواهیم رفت و اونجا پیروزی پیدا می کنیم. شروع کنید. بله و شروع کنید. خیلی ممنون. خوشوقتی من بود.